درود ویژه دارم خدمت همه شما دوستان و عزیزان و سروران. میدونید که در این چند روز آقای علی انصاریان و مهرداد میناوند متاسفانه میگن بر سر داستان کرونا فوت شدن. در این ارتباط صحبت دارم. اولا که قبل از اینکه به مهرداد میناوند و علی انصاریان بخوایم برسیم، من یک سری نکات رو بگم. دم همه عزیزان گرم، امیدوارم که صدا و تصویرم هم اوکی باشه و دمتون گرم. یک نکته ای رو بگم. ببینید فضا رو اول باید بشناسیم. فضاییه که خیلی دارن فشار میارن که واکسن خارجی بخریم. این خرید واکسن خارجی یک سری واسطه خواهد داشت، به هر حال یک سری جریان ها در بدنه نظام و بیرون از نظام به هر حال کاسبی میکنن همیشه از بحث تحریم ها یا همه بحث ها. خود بحث واکسن یک بحث تجارت بزرگیه، یکی از بزرگترین تجارت ها اصلا تجارت دارویی در دنیاست که خب سالها اینا هزینه های فراوان کردن، خیلی از هنرمندان هم بردن در آفریقا چون این داروها رو میخواستن آزمایش کنن و فایزر در رأس اینها اصلا پرونده داره و بارها ازش شکایت شده از شرکت فایزر و داستان ها مشخصه. بنابراین طبیعی هم هست. شما نگاه کنید الان این مدت که اینا هی میگفتن واکسن بخرید، به هر حال ما جلوشون وایستاده بودیم و صحبت میکنیم. یه دفعه دو تا هنرمند که هم هنرمند بودن هم فوتبالیست، البته فوتبالیست بودن کارهای هنری هم میکردن، این دوتا که دقیقا اون دو نفری که زیاد تو اون فضای لیبرالی در حقیقت سلبریتی ها جایگاهی هم ندارن، یعنی شما علی انصاریان و مهرداد میناوند دوتا آدم بذله‌گوی بسیار معمولی هستن، حرفای معمولی میزنن، همون کاری که خیلی از مردم عادی میکنن، وارد فضاهای روشنفکری و لیبرالی نمیشن. هر دوتا مثل مردم عادی کارهایی میکنن که مغایرت داره با سیستم و فرهنگ جمهوری اسلامی، ولی معاند جمهوری اسلامی هم نبودن، ولی به اینکه اگر پا میداد مشروب میخوردن، اشغال میکردن، خانوم بازی میکردن اگر پا میداد، پا مثلا میداد یه دفعه بلند میشدن از مدافعان حرم هم دفاع میکردن، معاند نبودن، مثل مردم معمولی بودن و اصلا تو فضای لیبرالی هنرمندان جایگاهی نداشتن که مثلا کسی روشون حساس باشه. برای همین یک محبوبیتی به خاطر بذله‌گویی که داشتن و شوخ‌طبعی که هر دو داشتن، یک محبوبیت عمومی اینا در جامعه داشتن و خیلی برای من جالبه که دقیقا این دوتا باید فوت بکنن. این دو نفری که تو اون فضای بازی های در حقیقت لیبرالی سلبریتی هم نبودن. من اولین مرگ اینا از اساس مشکوکه. حالا چرا مشکوکه مرگ اینا تو این شرایط و تو این فضا که بعد سری خانم کتایون ریاهی و خیلی از چهره های دیگه بیان فشار بیارن آی واکسن بخرید، مردم دارن میمیرن، شهید واکسن و اینا، که حالا هر کدوم رو در جایگاه خودش بهشون میپردازیم، مشکوکه برای که هر دوی اینا با همدیگه 25-6 روز قبل از این واقعه مرگشون، اول مهرداد میناوند و یک هفته بعدش آقای علی انصاریان بلند میشن و میرن در یک کلینیک دندان پزشکی که یه تبلیغی بکنن با هم دیگه. ببینید حالا موزیکش رو چیز کنم اینجا. آشنا شدم با اینجا ولی خب قرار بود بیام به خاطر کرونا، فکر میکردم اگه بیام فعلی رعایت نمیشه اینجا و 5-4-5 ماه مثلا نیومدم. الان که اومدم دیدم با چه کار اشتباهی کردم، کاش که 5 ماه پیش میومدم. همه پروتکل ها داره رعایت میشه. خب این ویدیویی که دیدید، ایشون 25 روز قبل از فوتش، آقای مهرداد میناوند قبل از فوتش، یعنی قبل از بیماریش، یعنی میشه 22-23 روز قبلش، ایشون رفته تبلیغ یک کلینیکو کرده، خیلی هم سرحال و خیلی هم سالم و اینا، بعد میاد خونه و اینا هیچ مشکلی پیش نمیاد. مورد دوم، هر دوی اینا برای هفته بعدش هم علی انصاریان میره تو همین دندون پزشکی. امیدوارم صدا دیگه اکو نداشت دیگه، درسته؟ دوستان یه کامنتی بدن که من صدای ویدیو رو گذاشتم که دیگه اکو نداره و خیالمون راحت شه. هفته بعدش علی انصاریان میره در همون دندان پزشکی، نه همه چی اوکیه، و میره در همون دندان پزشکی و میاد. بعد بازی پرسپولیس استقلال، اپلیکیشنی که برای پرسپولیس کار میکنه، هر دوی اینا رو دعوت میکنه و هر دوی اینا سالمن. و حالا با خیلی بحثا پیش اومد که آقا پروتکل‌ها رعایت نشده، یه دستگاهی هستش تب اینا رو میگیره، همه اینا چیزا اوکی بوده. وسط برنامه یه دفعه مهرداد میناوند میگه که من احساس میکنم حالا بعد که علی انصاریان تعجب میکنه. نگاه کنید.
زدن برای اون بازیکن حالا بعد فراهم کنم اونم میخوام بیفتم خدا حالا خدا نمیدونم چه لاین داره نه اصلا چیزم نمیدونم قرصمو نه یک دفعه میگه حالم بده علی انصاریان چی میگم مرتضی میناوند یک دفعه مرتضی میناوند میگه حالم بده علی انصاریان تعجب میکنه پرسش هم اینجاست اگر این کروناست این مجری که اینجا به هر دوتاشون بسیار نزدیک بوده که الان دارید میبینید این مجری چرا نباید بگیره چرا مجری این برنامه و تمام دستن در کانون اون برنامه نباید این کرونا رو بگیرن پرسش مهمتر اینجاست مهرداد میناوندی که تازه ازدواج کرده 24 ساعت با خانم دومش بوده خانمش چرا نباید بگیره پرسش مهمتر علی انصاریان که مامانی هست و کرونا رو زنان به خود زنان سن بالا بیشتر تاثیر میذاره چرا مادر علی انصاریان که 24 ساعت علی انصاریان تو بغل مامانشه نباید بگیره از خودتون سوال کردید من نمیدونم من نه پزشکم نه واقعا سررشته ای دارم من در چارچوب ژورنالیستی فقط اینا رو دارم طرح میکنم چه جالب دقیقاً این دوتا با همدیگه در چند جای مختلف با هم حاضر میشن هیچ کس کرونا نمیگیره اول مهرداد میناوند میگیره بعد میره به علی انصاریان فقط هم این کرونایی که مهرداد میناوند میگیره فوتبالیست شناس بوده یعنی این کرونا فقط قرار بوده تو بدن فوتبالیست بوده تو مادر فوتبالیست و زن فوتبالیست و مجری که حتی داره فوتبال رو گزارش میکنه با اینا کاری نداره اصلا سوال کردید از خودتون چجوری همه میگن آقا مهرداد میناوند گرفت داد به علی انصاریان این دوتا میگیرن مجری اون برنامه و دستندرکاران اون برنامه نمیگیرن این سواله دستگاه امنیتی با توجه به این که شرایط رو به جوری درست میکنن و این کشتسازی کروناست منو هشتگ کشتسازی کرونا هشتگ کشتسازی واکسن خانم عزیز که اومدی فعلا خیلی شلوغ کردی خانم کتایون ریاهی حالا برای شما دارم شما از همون سال 1390 که رفتید سومالی با عزیزان پزشکان بدون مرز ما اون موقع فهمیدیم شماها چی کاره اید هشتگ کشتسازی واکسن نه شهید واکسن خیلی شماها به شهادت اعتقاد دارید این دوتا فوتبالیست بدبخت و برای اینکه دیدی تو باندتون هم نیستن تو بانده هیچ وقت تو این بازی های این سلبریتی ها این دوتا شرکت نمی کردن که آی بریم یه چیزی رو ترنگ کنیم علیه نظام و اینا دوتا آدم معمولی با نظام هم نبودن برای همین محبوبیت نه با نظام بودن نه ضد نظام بودن محبوبیت هم داشتن خداییش هم علی انصاریان خیلی آدم شوخ‌طبع واقعا آدمی بود که انسان دوستش داشت دیگه هم مهرداد میناوند همه دوست داشتن هم علی انصاریان خدایی حرف چرتی هم که این دوتا نزده بودن تازه اگر هم چیزی بود خداییش کاری نکرده بودن این دوتا رو چجوری شماها یک دفعه بنم که دکتری که اینا دارن خودش مشکوک که من در مورد دکتر فعلا نمیخوام صحبت کنم یه آقای به نام هاشمیان خود اون مشکوک بعد اینا میان بیمارستان فورنم طبق صحبتهایی که نزدیکان اینا میکنن فورنم کاری میکنن گویا یا نمیدونم باز من نمیخوام قضاوت کنم امروز نزدیکان اینا میگن که دم و دستگاه رو زور از علی انصاری یه بار به ما گفتن سینش گرم رویش درگیره یه بار گفتن ایست قلبی کرده چند تا حرف در اومده اینها رو دستگاه امنیتی باید بررسی کنه این قضیه امنیتیه یادتون باشه هشتگ کشتسازی واکسن به خاطر چی فشار بیارن به نظام که ملت ایران رو بخوان موش آزمایشگاهی کنن و نکته مهمتر در کنار این بحث دکترشون که بسیار آدم مشکوکیست گویا من قضاوت نمی کنم خدای نکره شاید دکترشون آدم حسابی هم باشه باید تحقیق ویژه بکنم این وسط یک صحبتی پیش اومد که خانم پرستو صالحی اعلام کردن علی کریمی رفته در امارات برای اینا دارو آورده دارو چیه؟ آمپول آورده دارو آورده واکسن آورده مگه واکسن نقل و نباته که علی کریمی بتونه بره امارات بگیره امارات سگه کیه که واکسن داره ما نداریم بعد اصلا این چی بوده؟ بعد من خیلی برام جالبه خانم پرستو صالحی دیدم حالا آقای نصرتی هم کار دارم باش برنامه میسازم
اصلا واکسن هم بیاره. واکسن برای پیشگیریه نه برای درمان. این چه دارویی بوده علی کریمی؟ اینم دستگاه امنیتی باید پیگیری کنه. آیا این خبر درسته علی کریمی دارو آورده یا نیورده؟ و اگر آورده یا نیورده خانم پرستو صالحی از کجا میدونه؟ اینا چیزایی که به قول این بازی مافیا رد خونه دیگه. رد خونه اینا رو بگیرید، دکتر اینا باید بررسی بشه، بیمارستانی که اینا توش بودن باید بررسی بیشتری بشه، و اگر کرونا بوده چه مدل کرونایی بوده؟ نمیدونم، کامنت بدن دوستان. شاید من واقعا میگم من تو حوزه پزشکی واقعا تخصصی ندارم، ولی پرسشم اینه، این کرونایی که انقدر واگیردار هست و مهرداد میناون که صحیح و سالم اونجا نشسته وسط برنامه میگه حالم بده، چطور قبلش نمیگفت حالم بده؟ بعد علی انصاریان که بزنم به تخته از نظر بدنی و هیکلی و اینا که 10 تایی ما سالمتر بوده، ورزشکارم بوده، اون فورا این بیماری از مهرداد میناون میگیره. بعد اون وقت این مجری که از نظر بنیه بدنی و اینا به هیچ عنوان به علی انصاریان نمیرسه، این بدنش مقاومه؟ زن مهرداد میناون مقاومه بدنش، بعد علی انصاریان گرفته، مادر علی انصاریان بدنش مقاومه در برابر این کرونا؟ آیا اینا نباید برای ما سوال، این شک نباید برای ما به وجود بیار؟ من کامنت ها رو دارم میبینم، این نباید شک برای ما به وجود بیاره؟ هر دو بلا فاصله هم رفتن توی یه دونه کلینیک دندون پزشکی، بعدم توی این داستان اپلیکیشن پرسپولیس، هر دو با هم بیماری میگیرن ولی فک و فامیلشون نمیگیرن. یه رفعه گفتن آی ما حالمون بد شد، ترور بیولوژیک هم یهوییه دیگه، یه رفعه یارو میگه حالم بد شد. کرونا بالاخره علائمی داره، چطور این علائم دیده نشده؟ یه دفعه وسط برنامه اینو گفتن. این به نظر من اگه تحقیقات جدی بکنه دستگاه امنیتی، من نمیگم این حرفایی که زدم صده اینا ببخش، ولی واقعا شک برانگیزه، یه بررسی بکنید. آقا 99% اینا کرونا گرفتن، کروناش هم فقط فوتبالیست شناس بوده، با مادر فوتبالیست و زن فوتبالیست کار نشده. ولی بررسی کنید 1% شاید اینا ترور بیولوژیک شدن. اگر اینا ترور بیولوژیک شدن، مسئله خیلی متفاوت خواهد شد. اون وقته که ما دیگه باید هشتگ کشتسازی کرونا را بندازیم، کشتسازی واکسن را بندازیم، واکسن فایزر را بندازیم. ببینید شما وقتی که جنایت های شرکت فایزر یا شرکت هایی که داروسازی های آمریکایی چه جنایت هایی کردن در دنیا را بررسی کنید، و خواهید دید که ببین شما جنایت های، اگه شما ماهیت این سیستم رو در یمن بشناسید که چه جنایت در یمن، در عراق و حتی در لیبی اگر بدونید چه جنایت هایی کردن. بیوتروریست یه کار دست و پا، کارهای دست و پاییشونه، خیلی جلو دستیشونه، خیلی انجام میدن. امروز هم جنگ بیولوژیکه. این باید بررسی بشه و من امیدوارم دستگاه زیربط این مسئله مرگ این دوتا فوتبالیست رو ساده ازش رد نشن و مسئله رو به صورت جدیتر بررسی کنن، و پس از مرگ اینا جوی که درست میشه در راستای اینکه واکسن بخرید، و این جو هماهنگ بسیار مثل یه ارکستر میمونه، جوی که امروز در شرایطی مثلا خانم سحر زکریا اینا گریه میکنن واکسن میخوان، که همون روز واکسن روسی اومده، بعد اینا میگن نه ما واکسن روسی و چینی نمیخوایم، واکسن آمریکایی میخوایم، واکسنی که همین الان منی که در اتحادیه اروپا زندگی میکنم، حالا درست جغرافیام تو آفریقاست ولی جزء اتحادیه اروپا محسوب میشم از نظر قانونی، اتحادیه اروپا عملا، نه رسما ولی عملا، یعنی هم اعلام نکردن ولی عملا جلوی واکسن فایزر رو گرفتن و عملا واکسن روسی و چینی رو دارن وارد میکنن دیگه. انقدر دیگه این واکسن روسی گویا دقیق بوده که مجبور شد بی بی سی فارسی که تمام این اخبار رو سانسور میکنه بگه که آقا واکسن روسی گویا 92% چیز داره، تأثیر گذاره دیگه، کار رسید به اونجا که بگن. پس تو این شرایط پس از مرگ این دوتا فوتبالیست، جوی که درست میشه ما رو باید به شک بندازه، حس به قول معروف کاراگاهی ما رو باید یه خود حس شیشه بمونم، با توجه به تاریخی که ما میشناسیم و با توجه به شناخت از دشمن، به نظر من دستگاه امنیتی باید تیم ویژه در مورد چگونه مبتلا شو، اولا که مطمئنشیم کرونا بوده، من الان تو خود کرونا بودن شک دارم، چون چندین حرفم در مورد مرگ علی انصاریان گویا دکترها به خانواده‌شون زدن. الان باید یک تیمی
در سازمان وزارت اطلاعات، در بچه‌های اطلاعات سپاه و دستگاه‌های امنیتی درست بشه، تشکیل بشه، قضیه پیگیری بشه. رد اینا مشخص است. کلینیک دندان پزشکی بگی تا اینا یک جایی تو این بحثا آلوده شدن، اینا رو باید بررسی کنیم. من هیچ چی نمیدونم، ولی به عنوان یک ژورنالیست و به عنوان کسی که دشمن شناسم، ادعام هم میشه دشمن شناسم، میگم با توجه به تاریخ دشمنی دشمن علیه ما، نوع دشمنی که با ما کرده، اصلا بعید نیست این دو تا فوتبالیست رو قربانی کرده باشن، کشته سازی کنن برای خرید واکسن فایزر. خدا میدونه بعدش نقشه. اگه این واقعا کشته سازی واکسن باشه، این واکسن فایزر چیه؟ چه واکسنی برای ما میخوان بفرستن که این همه دارن هزینه میکنن، فوتبالیست میکشن، شرایط درست میکنن؟ این تعداد سلبریتی رو به خط کردن. پشت این سلبریتی ها میدونید دیگه، یکیشون آقای حجاریانه. حجاریان یادتونه چی گفت؟ گفت ما باید کاری کنیم حرفمون از دهن سلبریتی ها بزنیم. حجاریان یادتونه دیگه، همین پرویز پرستویی اینا رو گفتن آقا سوار شید برید تو بیابونای ایران بگید که آقا سفره‌های زیرزمینی آبی ما قحطی اومده اینا، که حالا یه سیلی اومد که مثل که اونم کار خدا بود، فعلا این پروژه رو مسکوت گذاشتن. چون یکی از مشکلاتی که ما همیشه داشتیم این خودکفایی گندم بوده. زمانش هم چون خودکفایی گندم نداشتیم، هر وقت این غربی ها میخواستن ما رو تحریم کنن، گندم ما رو تحریم میکردن. بعدن سلبریتی های اون موقع، وطن فروش های اون موقع، از داریوش خواننده بگیره، داریوش اقبالی منظورمه، خواننده، تا شهریار قنبری هم میومدن برای ما بوی گندم رو مینداختن فشار بیارن به شاه. بعد جمهوری اسلامی گفت اوکی، من حواسم جمعه، باید خودکفایی گندم مال خودم باشه. بعد حجاریان همیشه میگه آقا جا سلبریتی ها رو بندازید وسط در مورد حرفایی که میخواییم بزنیم. یه موقع سلبریتی اومدن وسط، از جمله پرویز پرستویی اینا رفتن مستندم ساختن که آقا جان سفره های آبی زیرزمینیمون قطع فلانه، بریم گندم بخریم. منتها این کارشون نگرفت، نتونستن، چون سیل اومد نتونستن پروژه رو ببرن جلو. بعد کاشف و عمل اومد، آقای حجاریان پسرشون وارد کننده گندم هستن. حالا پرسش دارم، ته این داستان و مرگ این دوتا فوتبالیست رو بگیرید، کاشف و عمل میاد، چرا کتایون ریاهی ها، پرستو صالحی ها، مهناز افشار ها، سحر زکریه ها، در کنار پروپاگاندای بی بی سی ها، دویچه وله ها، سعودی نشنال ها دارن میگن واکسن بخرید، تهش یه رفعه در میاد که آقا وارد کننده واکسن آقای حجاریان میشه. مثال دارم میزنم، تهش رو باید در آورد. این وظیفه من دیگه نیست، وظیفه من اینه که جلوی برنامه بیام صحبت کنم، مسائل بیام روشنگری کنم. دستگاه امنیتی، شما وظیفه دارید مرگ علی انصاریان و مهرداد میناوند و ریزش رو در بیارید و گزارش به ملت بدید. این درخواست ما و مطالبه ما از دستگاه امنیتی. مرگ این دوتا بسیار مشکوکه، بسیار مشکوکه، با توجه به اینکه هر دوتاشونم از مدافعان حرم و سردار سلیمانی و حجاجی و از شهدای ما در سوریه و اینا هم حمایت کرده بودن، که خیلی فشار اومده بود به همین طیف سلبریتی های بی سواد، مثلا حتی اینا لیبرال هم نیستن، شبه لیبرال، چون سواد اینو ندارن که اصلا همون لیبرالیسم رو بفهمن چیه، همون هم شبه لیبرالیسم هم. شبه غربگرام هستن والا. داغونه داغونن. به هر حال اینو دستگاه امنیتی باید پیدا کنه. قربونتون برم، خیلی ممنون که توجه کردین. بخش برنامه رو می‌بندم. زنده باشید.